به نام خدا، به نام خداوند بخشاینده مهربان، حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. به نام خدا، من هم خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور رؤسا و نمایندگان 192 کشور عصر سه‌شنبه آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست با اشاره به جایگاه انسان در جامعه امروزی، همه جوامع بشری را به صلح، عدالت و جهانی پاک دعوت و از همکاری و فشار برخی قدرت‌ها برای تضییع حقوق ملت‌ها و ظلم بر اکثریت جامعه جهانی انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد موضع‌گیری در قبال برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی خواند و تأکید کرد ایران در موضوع هسته‌ای خود هیچ انحرافی نداشته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها بر این نکته صحه گذاشته است. آقای احمدی نژاد تأکید کرد تا زمانی که پایبندی به اخلاق و ارزش‌ها عقب‌ماندگی نام گیرد و دروغ و فریب و سلطه‌طلبی مباح و پسندیده معرفی شود و حیات انسان محدود به زندگی مادی در این جهان تصور شود و متجاوز به خاطر قدرت سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی صاحب حق شناخته شود، مشکلات جهانی حل نخواهد شد. وی با ابراز تأسف از وضعیت عراق، فلسطین و افغانستان و لبنان گفت حمایت دو یا سه کشور زورگو از رژیم اشغالگر قدس عملاً قطعنامه‌های سازمان ملل علیه اسرائیل را بی اثر کرده است. رئیس جمهور اقدامات سلطه‌گران در افریقا، امریکای لاتین و به راه انداختن مسابقه تسلیحاتی و تهدید ملت‌ها را عامل بی‌ثباتی و ناامنی در جهان برشمرد و افسود امروز فاجعه آفرینان هیروشیما و ناکازاکی و همپیمانان آنان با استفاده از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی و فشار بر آژانس تلاش دارند تا در راه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانع تراشی کنند. رئیس جمهور با تاکید بر این که امروز آشکار شده است که آنان با انحصار طلبی در فناوری هسته‌ای با پیشرفت ملت‌ها مخالفند افسود ملت ایران اهل گفتگوست ولی زیاده خواهی‌ها و مطالبات غیرقانونی را نمی‌پذیرد. وی گفت اکنون وقت آن رسیده است که آژانس گزارشی روشن از نظارت بر خلع سلاح اتمی این قدرت‌ها و فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای آنان در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد. آقای احمدی نژاد در مورد نفوذ صهیونیسم در برخی از دولت‌های غربی از جمله آمریکا اظهار داشت حیثیت، اعتبار و حقوق مردم آمریکا و اروپا بازیچه دست عده‌ای قلیل و فریبکار به نام صهیونیسم قرار گرفته و فاجعه عمیق‌تر آن که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یا سران برخی از کشورها قبل از جلب آراء مردم خود برای کسب حمایت مالی و تبلیغاتی باید برای حفظ منافع صهیونیسم سوگند یاد کنند که این به مفهوم سلطه صهیونیسم بر ملت‌های آمریکا و اروپا است. رئیس جمهور در ادامه افزود رژیم صهیونیستی امروز در سراشیبی قطعی سقوط قرار گرفته و امپراتوری آمریکا در جهان نیز به پایان راه رسیده و می‌رود که اندیشه سلطه‌گری به سرعت به یک ضد ارزش تبدیل شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیویورک، سازمان ملل متحد. رئیس جمهور ایران همچنین در مقر سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های جهان موضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مسائل بین المللی تشریح کرد. در این خصوص ارتباط مستقیم با همکارمان در نیویورک برقرار کردیم. جناب آقای قروقی سلام، خسته نباشید، لطفا در خصوص گفتگوی آقای احمدی نژاد با خبرنگاران برای بینندگان توضیح بفرمایید. آقای صدوق، بنده هم خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. همونطور که شما اعلام کردید بعد از سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایشون در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. عمدتاً سوالات و مباحثی که در این نشست مطبوعاتی مطرح شد راجع به مسائل عراق، لبنان، فلسطین و همچنین برنامه هسته‌ای ایران در روابط ایران و امریکا بود. رئیس جمهور در مورد عراق اظهار داشت که ما همواره از ثبات عراق حمایت کرده ایم و در حمایت از دولت مالکی از هیچ کوششی فروگذار نبوده ایم. در مورد برنامه هسته ایران هم اعلام کرد که
متاسفانه آژانس تحت تاثیر امریکا قرار گرفته و سوالاتی رو که از جانب امریکا مبنا و اساسی نداره اونها رو مطرح میکنه. خب طبیعیه که وقتی که سوال مبنا و اساس درست حسابی و واقعیت نداشته باشه، خب پاسخ دادن به اون هم مشکله. رئیس جمهور گفت که آژانس هیچ در طبق قانون آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ یک از اعضا حق ندارن علیه دیگر سوال و یا ادعایی رو مطرح بکنن و اگر هم مطرح بکنن آژانس حق نداره که اون رو پیگیری بکنه. در حقیقت امریکا به عنوان یکی از اعضای آژانس این سوالاتی رو که مطرح کرده، آژانس برخلاف مقررات حق پیگیری اونها رو نداره و در حقیقت آژانس برخلاف مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی داره حرکت میکنه، مقامات آژانس بین المللی. بعد موضوع دیگه که مطرح شد روابط ایران امریکا بود. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که ما همچنان که در گذشته اعلام کردیم باز هم مشکلی با در ارتباط با ایجاد روابط با امریکا نداریم، منوط به این که امریکا در رفتارش تغییر بده و رفتار گذشته خود رو اصلاح بکنه. در مورد اینکه هر یک از دو نامزد انتخاباتی که روی کار بیان موضع شما چه خواهد بود، آقای احمدی‌نژاد گفت برای ما فرقی نمی‌کنه که چه کسی در امریکا قدرت رو در دست بگیره و در کاخ سفید باشه. آن چیزی که برای ما مهمه اینه که امریکا رفتارش رو عوض بکنه و بتونه رفتار عادلانه بر مبنای احترام متقابل با ایران داشته باشه. همکنون که من برای شما گزارش می‌کنم، رئیس جمهور در نشستی حضور داره که کانون‌های اندیشه و متفکران امریکایی حضور دارن و من به دلیل اینکه باید ارتباط مستقیم با شما برقرار می‌کردم مجبور شدم که جلسه رو ترک بکنم و در خدمت شما هستم. اگه سوال دیگه‌ای هست. آقای قروقی بفرمایید، رئیس جمهور فردا چه برنامه‌هایی در نیویورک خواهد داشت؟ همکار محترم آقای قروقی بفرمایید، رئیس جمهور فردا چه برنامه‌هایی در نیویورک خواهد داشت؟ بله، رئیس جمهور فردا برنامه‌های متعددی خواهد داشت. دیدار با دانشجویان امریکایی در مقر محل اقامت رئیس جمهور یکی از برنامه‌هایشون خواهد بود. همچنین دیدارهای دو جانبه‌ای با سران کشورها در مقر سازمان ملل متحد خواهد داشت و مهمانی بزرگی که به افتخار رئیس جمهور ترتیب داده شده فردا در محل اقامت رئیس جمهور برگزار خواهد شد که در اون هزاران ایرانی شرکت خواهند داشت و رئیس جمهور از نزدیک با اونها گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. در خدمت شما هستم. متشکرم. خدا نگهدار. سخنان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. شبکه‌های تلویزیونی فاکس نیوز، بی بی سی، سی ان ان، رویترز، فرانس 24 و العربیه به صورت زنده و مستقیم سخنان احمدی نژاد را از مجمع عمومی سازمان ملل پخش کردند. شبکه العربیه پیش از سخنان احمدی نژاد با تکراری خواندن سخنرانی جورج بوش گفت، در حالی که جورج بوش سخنانی تکراری در برابر 78 رئیس دولت، 37 رئیس حکومت و شمار زیادی دیپلمات در اجلاس مجمع عمومی بیان کرد، همگان منتظر سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هستند. ادامه اخبار. با نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در سراسر ایران روز چهارشنبه بیش از 14 میلیون دانش آموز در کلاس‌های درس حاضر شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک آغاز سال تحصیلی به همه دانشپژوهان، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان و ملت بزرگ ایران ماه مهر را یک جنبش عظیم و مجاهدت گسترده برای